شب بیگانه شدیم. چی شده که ما اینقدر دور شدیم؟ اینقدر دور شدیم از امام زمان که اصلا فکر کنیم امامی در این زمان حضور نداره. من یه سوال از عزیزان می کنم که یه عمر در خونه سید الشهدا دارید موسپید می کنید، بود و نبود امام زمان برای ما و در زندگی ما چه تأثیری داره؟ الان به شما بگن آیون امام زمانی نیست، با اینی که میگن هزار و اندی سال یوسف و فاطمه زنده پشت در پشت پرده غیبته، چه تفاوتی داره؟ تو زندگی ما چه جایگاهی داره این امام حی؟ امام حی، امام زنده. ما چیکار میکنیم برای این امام زمان، برای این امام زنده که اگر باشه با نباشه فرقی میکنه؟ چرا اینقدر بیگانه شدیم با امام زمان؟ چرا اینقدر دور شدیم؟ چیکار بکنیم که ته ماه مبارک رمضان به امام زمان برسیم؟ مانع ظهور مهدی فاطمه آمریکا و اسرائیل نیست، انگلستان نیست، دشمنای خارجی نیستند، دشمنای داخلی هم نیستند. مانع ظهور امام زمان یک دشمن، اعدا عدوک نفسک التی بین جنبک. بزرگترین دشمن تو امام باقر فرمود، بزرگترین دشمن تو اون هوای نفسی که تو داری، اون دشمنی که هزار و اندی سال شیعه رو از امام زمانش جدا کرده و نمیذاره شیعه به امام زمانش برسه، همین هوای نفسیه که تو خانه تک تک، تو خانه دل تک تک شیعیان خانه کرده، نشسته و تکون هم نمیخوره، هوای نفس. ما اگر میخواییم امام زمان بیاد، ما اگر میخواییم مقدم سازی کنیم برای ظهور امام زمان، باید به جوانهامون این رو بفهمونیم، به بزرگترامون این رو بفهمونیم، به جامعه شیعه باید این رو بفهمونیم که جامعه شیعه اگر میخوای بعد هزار و اندی سال امام زمان بیاد، خیلی دعای ندبه خالی خوندن اثر نداره، خیلی دم افطار ادا در آوردن اللهم عجل ولی یکم فرج گفتن که نمیگیم اثر نداره، خیلی پرده های شب قدرمون بنویسیم تو خیابونها پر بکنیم اللهم عجل ولی یکم فرج اثر نداره. خدا گول ظاهر سازی رو دیگه نمیخوره. یه جماعتی هزار اندی سال پیش ظاهر سازی کردن، عجل ولی یکم فرج بی خودی گفتند، آخرش حسین رو به قتلگاه بردن. دیگه خدا کاری این کار رو با حجت آخرش نمی کنه. خدا دیگه به ادای مردم اعتنا نمی کنه، به حقیقت مردم، به قلب حال مردم اعتنا می کنه. جامعه شیعه اگر می خوای امام زمانت بیاد، ابر قدرت های شرق و غرب عالم نیستن که مانع ظهور یوسف فاطمه. فکر آمریکا و اسرائیل و انگلستان رو بریز دور، اول با دلت مبارزه کن، با هوای نفست مبارزه کن. اونی که مانع ظهور حجت ابن الحسنه این هوای نفس من و توست، نش ابر قدرت های شرق و غرب عالم. دشمن بزرگ ما هوای نفسمونه، بله. اگر مؤمن هوای نفسش رو زیر پاش له کرده باشه، کدوم قدرت میتونه در برابر قدرت ایمانی مؤمن بایسته؟ المؤمنو ینظر به نور الله، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خدا از مؤمن دفاع میکنه دیگه، کسی که مدافعی مثل خدا داره از چی میخواد بترسه؟ از کی میخواد بخوره؟